سلام به همگی. فیلمی که امروز بررسی می‌کنیم یک کمدی عاشقانه محصول سال 1991 به اسم فرصت‌های شغلی. یادتون باشه که امکان لو رفتن داستان وجود داره. در صحنه اول فیلم، جیم داج متصدی که پشت میز فروشگاه حیوانات خانگی نشسته و روزنامه می‌خونه رو می‌بینید. توی روزنامه سرنوشت مرگ دوتا مغازه‌دار به دست دزدا رو می‌خونه. اون با سگا طوری صحبت میکنه انگار اونا حرفاشو میفهمن و درکش میکنن. در همین حین رئیسش بدون اینکه متوجه بشه وارد میشه و اونو به دلیل سهل‌انگاری اخراج میکنه. بعد جیمو در حال صحبت با یه گروه از بچه‌ها میبینیم که داره بهشون میگه چقدر ثروتمنده و توی کار تجارت حیوانات مشغول به کاره. بهشون میگه که ماشین و کارگرای زیادی داره، اما هر چی که میگه دروغه. بعدش جیمو توی رستوران محلی میبینیم که داره با پیشخدمت در مورد غذاهایی که خورده صحبت میکنه. بعدش به پمپ بنزین میره و به صاحبش التماس میکنه تا بهش کار بده. اما مشخص میشه چند باری هم از اینجا اخراج شده. جیم بهش میگه که مجانی براش کار میکنه، اما صاحب ایستگاه ردش میکنه و بهش میگه از شهر بره و دنبال مراتع سرسبز بگرده. در همین حین جیم دختر جوانی به اسم جوزی مک‌کلن رو با ماشین گرون و لاکچرش میبینه و سعی میکنه مثل یه آدم حسابی رفتار کنه و به چشم دختر بیاد. جوزی از رفتار عجیب جیم خوشش میاد و بهش میخنده. در همین حین پدر جیم سر میرسه و در مورد وضعیت شغلیش باهاش حرف میزنه. جیم به دروغ میگه که رئیسش اخراجش نکرده، بلکه خودش استعفا داده. و بعدش پدر اونو سوار کامیون میکنه و به خونه میبره. بعدش جیم و خانوادش رو حین صرف شام میبینیم. خواهر جیم میگه جوزی به نیویورک رفته، اما جیم بهش میگه که صبح اونو توی پمپ بنزین ملاقات کرده و با هم یه فنجون قهوه هم خوردن، که پدرش با تعجب بهش نگاه میکنه. بعدش پدر جیم به همه میگه که جیم کارشو از دست داده و دیگه نمیتونه اجاره ها رو پرداخت کنه. صبح روز بعد پدر جیم اونو به یه فروشگاه میبره و بهش میگه اگه نتونه اینجا کاری پیدا کنه اونو به خیابون لوئیس میفرسته تا با عموش که یه باغبونه کار کنه. جیم از پدرش میپرسه میخوای منو از زندگیت بندازی بیرون؟ و پدرش در جواب میگه میخوام از خونم بندازمت بیرون، نه از زندگی. توی یه صحنه بعدی جیم داره با صاحب فروشگاه مصاحبه میکنه. مدیر بهش پیشنهاد سالانه 45,000 دلار با تمام مزایا رو میده و جیم سر اونو قبول میکنه. بعدش مدیر یه تماس دریافت میکنه و متوجه میشه شخص مورد نظر پروازش رو از دست داده و متوجه میشه که شخص رو اشتباه گرفته. اون به جیم 4 دلار در ساعت پیشنهاد میکنه تا به عنوان یه نظافتچی شبانه توی فروشگاه کار کنه و جیم هم قبول میکنه. بعدش پدر جوزی رو در حال ملاقات با مردی از دفتر فرماندار میبینیم. در طول جلسه جوزی وارد خونه میشه و پدرش صداش میزنه تا به آقایون سلام کنه. جوزی به طرف یکی از اونا میره و رفتار زشتی از خودش نشون میده. بعد از رفتن اونا پدرش بهش میگه دیگه این کارو تکرار نکنه. در این حین دوتا دزد رو در حال دزدی یه ماشین میبینیم. روز بعد جیم یه لیموزین کرایه میکنه تا به سر کار بره. توی راه همون بچه‌هایی رو میبینه که بهشون دروغ میگفته. سرش از لیموزین در میاره و بهشون میگه داره به فرودگاه میره تا سوار هواپیمای گرون قیمتش بشه تا به پاریس بره، چون با معاون رئیس جمهور بلغارستان قرار داره. وقتی به محل کارش میرسه با باقی کارمندا مثل رئیس رفتار میکنه. در همین حین جوزی هم در حال دزدی از مغازه است. بعد از تعطیلی فروشگاه رئیس جیم جزئیات کارو براش توضیح میده، مثل تمیز کردن قهوه ساز و تمیز کردن فروشگاه. بعدش میره و در قفل میکنه و میره. جیم که نمیتونست تمام شب و باید تنها بمونه اعتراض میکنه، اما رئیسش اهمیتی نمیده و میره. چراغا رو هم خاموش میکنه و فقط چراغهای راه رو روشن میذاره تا توی هزینه ها صرفه جویی کنه. جیم شروع به تمیزکاری میکنه و حتی توی استفاده از بعضی وسایل هم به مشکل میخوره. بعدش تصمیم میگیره استراحت کنه و شروع به خوردن تنقلات فروشگاه میکنه. به والدینش زنگ میزنه تا در مورد برنامه‌هاش برای کریسمس حرف بزنه، اما چون دیر وقته تلفن زود قطع میکنن تا بخوابن. بعدش سعی میکنه با هر چیزی که دم دستشه خودشو سرگرم کنه. مثلا یه جفت کفش اسکیت پوشید و داشت دور فروشگاه میچرخید که جوزی رو دید. نتونست خودشو کنترل کنه و با محصولات برخورد کرد. در همین حین راجر ماجرای گم شدن دخترش رو به پلیس اطلاع میده و پلیس یه تیم جستجو تشکیل میده. جوزی خیلی ثروتمنده، اما میخواد دزدی کنه تا از شر پدرش خلاص بشه و میگه که جیم قدر آزادیشو نمیدونه. جیم به جوزی میگه چرا با پدرش صحبت نمیکنه یا اونو ترک نمیکنه، و جوزی میگه به همون دلیلی که تو نمیخوای خونه والدینتو ترک کنی، ترس از تنها شدن. جوزی به جیم میگه بیا با هم به لس آنجلس بریم. جیم اولش قبول نمیکنه، اما وقتی میفهمه
پدر جوزی چه بلایی سرش میاره قبول میکنه. جوزی میگه 52,000 دلار پول داره که میتونن باهاش فرار کنن و یه زندگی جدید بسازن. پس تصمیم میگیرن صبح از اونجا برن. جیم از جوزی میخواد باهاش برقصه و حین رقص بوسه یه کوتاهی بینشون رد و بدل میشه. بعدش افسر پلیس و پدر جوزی به فروشگاه میان و ازش در مورد جوزی میپرسن. اما جیم میگه اونو ندیده. در همین حین دو تا دزد قصد سرقت از فروشگاهو دارن. وقتی جوزی و جیم دارن خوشگذرونی میکنن با دو تا دزد روبرو میشن و اسلحه رو به سمتشون میگیرن. اما تصادفاً روی زمین میافتن. وقتی دزدا رو بیهوش دیدن سریع سعی کردن تا قایم بشن. بعدش دزدا به هوش اومدن و زود پیداشون کردن. دزدا شروع به بازجویی از جوزی و جیم میکنن و جوزی سعی میکنه اونا رو فریب بده. بعدش دزدا میگن که اسلحه خالیه و جیم که باور میکنه اسلحه رو بهشون پس میده. بعد دزدا هر چیزی که میخوان به دزدن رو جمع میکنن و جوزی سعی میکنه یکی از دزدا رو گول بزنه. بعد از تمام شدن کارشون جوزی متقاعدشون میکنه که اونو با خودشون ببرن. وقتی مشغول بار زدن کاله ها بودن جوزی سری پشت فرمون میشینه و اون دوتا رو قال میذاره. توی فروشگاه جیم اسلحه رو که توی کمد سرپرست پیدا کرده پر میکنه و دزدا رو به انتهای فروشگاه میکشه و اونا رو دستگیر میکنه. جیم و جوزی فرار میکنن و به هالیوود میرن. ممنون از شما که تا اینجا با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.